سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ ایشالله که ایام به کامتون باشه، بهار براتون میمون و مبارک باشه. قراره با هم دیگه کلی گشت و گذار داشته باشیم در دل جاذبه ها و دیدنی های تهران و براتون همین اول کار میگم که میخواییم بریم به کجاها. در تهران گرد امروز یه طبیعت گردی درون شهری به پارک جنگلی چیتگر داریم، یه اسب سواری و دوچرخه سواری رو هم میبینیم. علی رضا هم با دوستاش میخواد بره دنبال مهمون. استاد بفرم. عمارت مسعودیه رو با هم دیگه میبینیم. چرا پله های ساختمون قدیمی اینقدر بلنده؟ یه ورزش پرجنب و جوش هم داریم. یه دوری هم با گردشگرای خارجی توی شهر میزنیم. در آخر یه سری هم به یک مجموعه جالب میزنیم. یه پیشنهاد ویژن براتون داریم. تهران گرد امروز رو از دست ندید. من امروز از میدون بهارستان با شما تهران گردی میکنم، نزدیک باغ بهارستان و مجلس شورای اسلامی در دل تاریخ. یعنی کجا؟ یعنی باغ و عمارت مسعودیه، یکی از ساختمون‌های تاریخی عهد قاجار در قلب تهران. این از من. بقیه برای بچه های تهران گردم که طبق روال همیشگی برنامه از گوشه و کنار تهران و دیدنی ها و جاذبه های دیگه برای شما پرده برداری میکنن و با شما تهران گردی تصویری. طبیعت گردای تهران گرد گذرشون به غرب تهران افتاده و میخوان اونجا طبیعت گردی کنن. آقا همینجا چای رو بزنی؟ من یه چیزی بگم، بریم چیتگر؟ بریم پارک جنگلی چیتگر. آره دیگه پارک جنگلی چیتگر میبینیم اتون. پارک جنگلی چیتگر یکی از اماکن گردشگری معروف تهرانه که بیشتر اهالی تهران، مخصوصاً غرب تهران، معمولاً آخر هفته هاشون رو اونجا سپری میکنن، چون فضای سرسبز و زیبایی داره و برای اقامت یک روزه و تفریح و گردش بسیار مناسبه. دریاچه رو داریم، هم این ور جنگل رو داریم، هم اون ور تهران رو داریم. چشم‌اندازی که هم نمایی از شهر رو میشه دید و هم دریاچه زیبای شهدای خلیج فارس. دمنوش آبیشم بدیم امروز. دمنوش آبیشم با عسل که خیلی خوشمزه است و طعم بی نظیری هم داره. تو این فصل بهار خونه نمونین و برین تو دل طبیعت. اسبای پرشه، قد بلندی داره، میگن اسبای پرشه. امروز میخوام براتون یه غذای خوشمزه خیلی خوب درست کنم با برنج و گوشت. و بی نهایت خاصیت دیگه. احوه چه غذایی. طبیعت گردیمونم تموم شد.
علیرضا امروز با کلی تشریفات داره میره دنبال مهمون برنامه. بالاخره بعد از کلی راه رسید دم در خونه مهمون. بیایید جلو در خونه استاد بقایی. استاد بقایی رو به عنوان مهمان ببری برنامه. وای خدا دست در نکنه. اینطور که پیداست مهمون برنامه بهروز بقایی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیونه که سالها باهاش خاطره داریم. استاد سلام. قربونتون برم. مهمون رو سوار میکنه و با همون تشریفات از محله پل رومی حرکت میکنن به سمت بهارستان، مسیری که باید از وسط شهر عبور کنن. خدا کنه حواسشون باشه که بهارستان توی طرح ترافیکه، وگرنه جریمه این ماشینا رو کی میخواد بده؟ من تو محله بختار فیران زندگی کردم برای دیپلومم، چون 5 سالی بودم از تهران رفتم بیرون. بله. بعد برگشتم دیپلم گرفته بودم، یه سالم تنستو تکنولوژی را ساختم خونده بودم. بله. که اومدم تهران دانشکده هنری دراماتیک امتحان دادم و اونجا قبول شدم. بالاخره میرسن به امارت مسعودیه و ساسان هم به استقبال مهمون میره. استاد بفرمایید. آقای گلستانه خیلی خوش اومدید. قربون شما. صفا آوردید. احوالتون چطوره؟ بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. آقا من یه سوالی که همیشه تو ذهنم هست اینه که چرا پله های این ساختمان قدیمی اینقدر بلنده؟ آدم ها قد بلندتر بودن؟ نه احتمالا استاندار رو از سوزی خواهی استاندار برزشگارتر بودن فکر کنم. با آقای بقایی همراه میشیم تا قدم زنون بازدیدی از عمارت تاریخی مسعودیه داشته باشیم. این عمارت در دوره قاجار تو زمینی به مساحت 15,000 متر مربع بنا شده. تزئینات این بنا تشکیل شده از گچبری، کاشیکاری، خطاطی و نقاشی‌های دیواری. نکته جالب این که اولین کتابخانه و موزه ملی ایران هم جایی تو گوشه این عمارت برپا شده بوده. خیلی دمای این داخل از دمای بیرون خنک‌تره. بله. اصولا ساختمان تهران جوری بوده که احتیاج به کوره نداشته. این بنا از لحاظ معماری و همچنین رویدادهای تاریخی که در اون اتفاق افتاده بسیار با اهمیت و با ارزشه. همه روزه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی به این عمارت میان تا از معماری زیبای اون دیدن کنند. اینجا آمده بود این عمارت مسعودیه رو؟ نه عمارت مسعودیه رو نمیده بود. راست رو بخواهی منم نمیده بود. خب دفعه اول اومدم برای اصلا تعصب کرده ما نمیانیم جایی که تهران دیدنی هست ببینیم. متاسفانه برای اگه بچه شما از دیوار راست بالا میره به جای این که اونو سرزنش کنید تشویقش کنید، چون اون استعداد داره توی زمینه پارکور فعالیت کنه. بله پارکور یه ورزشه که چند وقتی طرفدارای زیادی پیدا کرده. سلام، عیدتون مبارک. کیام زمانی هستم، اومدیم اینجا که پارکور رو بهتون معرفی کنیم. یه ورزش خیلی هیجان انگیز و جذاب. امیدوارم که لذت ببرین از این برنامه و در خدمت شما هستیم. توی این قسمت از برنامه به بوستان تولد اومدیم تا از نزدیک حرکات نمایشی برای بچه‌های پارکور کار رو با هم دیگه ببینیم. شاید قبلا این حرکات هیجان انگیز رو فقط توی فیلم‌های خارجی میتونستید تماشا کنید، اما الان دیگه توی همین تهران و بعضی بوستان‌ها و محله‌ها بچه‌های پارکور کار هنرنمایی می‌کنن و گهگاهی میشه اونا رو دید.
به تمام کسانی که علاقه دارن به این رشته و دوست دارن که وارد این رشته بشن توصیه میکنم که با اینکه این رشته رشته خیابونی است و ورزش خیابونی به حساب میاد از تو باشگاه ها شروع کنید و تا وقتی که یک حرکت رو به طور کامل و 100% توی باشگاه در نیاوردین هرگز این رو تو خیابون ها تمرین نکنید. این ورزش یه ورزش شهریه، اما آموزش اون از توی باشگاه ها شروع میشه و البته خطراتی هم داره که اگه بدون آموزش کسی دست به این حرکات بزنه ممکنه آسیب جدی ببینه. با افتخار در خدمت جناب آقای بهروز بقایی هستیم در برنامه تهرانگرد. آقا خیلی خوش اومدید. عزت من میخوام بدید من نگرم. خیلی متشکرم. میذارم اینجا باشه. خیلی خوش اومدید آقای بقایی. شما خیلی متشکرم. قربان شما. خیلی ارادت داریم خدمت شما. من اصلا براتون دیدم. شما دوست دارید. پیگیرش نبودم. حالا دیگه از این به بعد فکر کنم پیگیرم دیگه اگه به ما افتخار بدین بشوید. اگه بخوام ازتون خواهش بکنم که یک شیء تاریخی در یکی از موزه های کشور رو تصور بکنید، اولین چیزی که تو ذهنتون میاد چیه؟ لیوان های چای در همه جای دنیا در ادوار تاریخ چایدار شدیم ما. شما معلوم از اون چای خورای اساسی هستید، مخصوصا اگه با چای لاهیجان پرشده باشه. چای لاهیجان. بله. جناب آقای بهروز بقایی خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید. خواهش می‌کنم. تقریبا همه ما میدون آزادی زیاد رفتیم، ولی گشت و گذار امروز ما تو میدون آزادی و کنار برج آزادی کمی متفاوته، چرا که مهمون‌های از سرزمین آفتاب و کشور پهناور چین همراه ما هستند، یعنی گردشگران ژاپنی و چینی. اینطور که پیداست عکس گرفتن با برج آزادی فقط برای ما جذاب نیست. برج آزادی یکی از نمادهای قدیمی شهر تهرانه که نظر همه گردشگرا رو به خودش جلب میکنه. تهران گردی با گردشگرای خارجی هم قراره که یکی از بخشای برنامه ما باشه. بعد از برج آزادی حرکت میکنیم به سمت کاخ موزه گلستان. Iran is full of heritage, people are very nice, and it's a wonderful place, and I think we all had a very wrong perception of Iran. کاخ موزه گلستان هم از مجموعه‌های با ارزش تاریخیه که معمولاً مورد استقبال گردشگران خارجی قرار میگیره و بازدید از اونجا واقعاً لذت بخشه. کاخ گلستان با قدمتی بالغ بر 440 سال یکی از منحصر به فرد ترین مجموعه های تاریخی ایرانه که معمولا یکی از مقاصد گردشگرها هم هست. این کاخ از بخش های مختلفی تشکیل شده که دیدنش برای همه میتونه جذاب باشه. Iran is a great country. The people, Iranians, are very nice. They are very friendly. I feel very happy visiting here. ما که مطمئنیم، البته امیدوارم هستیم که به گردشگرای خارجی توی تهران خیلی خوش گذشته باشه. آقای مقصودی از خود تهران پیامک زدن، گفتن آقا یه سوالی من دارم که اونو شما بلکه بتونید پاسخ بدین. گفتیم چشم. گفتن که این
رودخونه هایی که از کوههای شمرون سرچشمه میگیرن میان جاری میشن میرسن به شهر، یه جایی گم میشن دیگه نمیدونن کجا رفته، این سرنوشتشون چی میشه؟ کجا میرن؟ به کجا میرسن؟ به کجا میریزن؟ چی میشن آخرش؟ اینو ما تو تهرانگرد حتما به عنوان یک پرونده پیگیری میکنیم، دربارش برنامه میسازیم، براتون پخش میکنیم، از شما چه بنهون خودمون هم دوست داریم که با خبر بشیم از این قضیه. خانم ربیعی هم پیامک زدن گفتن که چرا شما همش سراغ دیدنی های نمیدونم ساختمون و طبیعت و ابنیه و اینها میرید توی تهران، چرا سراغ نوابق و مخترعین و نخبگان تهران نمیرید؟ دیدیم خیلی حرف درستی میزدن، گفتیم که چشم این کارم. با دو تا رفیق گلمون اینجا تو امارت مسعودی آشنا شدم، آقا محمد حسین و سعید علیزاده، دو تا سرباز درجه یک، سرباز یگان حفاظت میراث فرهنگی. براشون آرزوی موفقیت میکنیم، هم برای این دو تا جوون خوب کشورمون، هم برای همه جوونایی که الان برای امنیت و آرامش من و شما در حال انجام خدمت هستن. حالا خدمت چه در نیروهای نظامی و انتظامی، چه در بیمارستان‌ها، چه سازمان‌های امدادی، چه سازمان‌های اورژانسی، خلاصه هر جا که هستن براشون آرزوی موفقیت می‌کنیم. انشالله که سلامت باشید، دلتون شاد باشه. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم از دیدنتون، موفق باشید. توی این قسمت از برنامه به شهر جدید پردیس اومدیم تا از یک مجموعه جالب دیدن کنیم. مجموعه پر از سرگرمی‌هایی برای علاقه‌مندان به جمع‌آوری اشیاء خاص. من حافظ نظری هستم، عضو انجمن مجموعه‌داران ایران، متولد 1333 شهرستان خود. آقای حافظ نظری هم یکی از این افراده که چندین مجموعه خاص رو نگهداری میکنه. یه سری آثار مکتوب که شامل کتاب‌های قدیمی میشه که سالها پیش به چاپ رسیده و کمتر نسخه‌ای از اونها میشه پیدا کرد. مجموعه دیگه‌ای که اینجا هست، تعداد خیلی زیادی قوطی کبریت و اندازه‌های مختلف با طرح‌های زیباست و همینطور یه تعداد از وسایل تزئینی کوچک که متعلق به سال‌ها پیشه. یکی از چیزایی که به من انگیزه داد، آلمانیایی بودن یا ایتالیایی بودن که اومده بودن تهران، چرخیاتی هایی که ایتالیا به تهرانی ها فروخته بودن اینا رو دوباره جمع‌آوری میکردن و میبردن ایتالیا، و آلمانی ها تلد دوربین های عکاسی که به ما فروخته بودن اینا رو جمع‌آوری میکردن. در من این انگیزه پیدا شد که من چرا این کار نکنم و چرا بذارم این دوربین هایی که چیزای اصیل این مملکت ما هست و در دست ماست اینا رو خارجی ها یواش یواش از مملکت ما خارج کنن. اما جالبتر از همه اینا، این مجموعه کم نظیر از دوربین‌های عکاسی خیلی قدیمیه که سالهای خیلی دور خاطرات مردم رو ثبت کردن و حالا دیگه مشابه این دوربین‌ها تو هیچ عکاسی و مغازه‌ای دیده نمیشه. توی بخش دیگه رادیوهای قدیمی رو میبینیم و مجموعه‌هایی از سکه‌ها، مدال‌ها، ساعت‌های جیبی و ماشین‌های فلزی قدیمی در احوال کوچک. برنامه تهرانگرد دیگه مرزهای تعامل با مخاطب خودش رو در نوردیده، یعنی دیگه از پیامک و تلفن و اینها گذشته و تعاملمون با شما شده حضوری، فیزیکی، دوره هم دیگه تهرانگردی میکنی. یعنی امروز یه کاری کردی اصلا ازت توقع نداشتم، فکر نمیکردم ازت بر بیاد مهمون بیاری با اون تشکیلات و تجهیزات و اسکورت و ماشین و چه مهمونی و بابا تو اصلا هنوزم فکر میکنم یه دستهای پشت پرده ای در کار دست
دستای خودتو ببینم. این همین دستا بودن، با همین دستا به هر حال آفر دیگه مهمون رو آوردیم و خوب کاری کردیم. خسته نباشی، خسته نباشی، موفق باشی عزیزم. بله موفق باشی به هر حال. برو به فکر مهمونای فردا باش. برو ماشین من کدومه؟ فقط با کدوم ماشین باید برم که برم برسم خونه دیگه؟ این سر میدون بهارستان یه ایستگاه اتوبوس هستش، اون زله اون طرفش، اون زله این طرفش هم ایستگاه متروه. انتخاب با خودته. تازه اینا رو هم دوست نداشتی تاکسی گذری سبز فراوون، هر کدوم می‌خواستی انتخاب کنی. ماشین همونجا وایساده که ایستگاه اتوبوس هست و ایستگاه مترو، همش با هم، همش با. دیگه انتخاب با شماست دیگه، ببین چقدر قدرت. یعنی من انتخاب. باید با اونا برم؟ عجب آدمایی هستین، عجب آدم. یعنی این همه منو خیلی کار بدی می‌کنید، من برگشتنه باید با مترو برم؟ بله، تو یک شهروند مؤثر باش، یک شهروند مسئولیت پذیر باش، از حمل و نقل عمومی استفاده کن. شما چرا یه برنامه مؤثر نمیسازین، یه برنامه مردمی نمیسازین؟ من مهمونو با اسکورت نیارم. مهمون اون. آه مهمونه. بله، برو دیگه، برو به فکر فردا باش. مهمونای بعدی رو من جبران میکنم براتون، خودم هم جبران نکنم، دوستانم جبران میکنم. موفق باشید. یه لباس هم میخوام برم فردا بخرم. روز خوش. باش. بله، بریم سراغ همون قول و قرار تهرانگردی پیاده خودمون، ببینیم فردا ساعت 10 صبح باید کجا باشیم. بریم مسیر پیاده گردی روز دوم فروردین رو با هم ببینیم. ساعت حرکت 10 صبح، مبدا حرکتمون هم ضلع شرقی میدان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. از اونجا به سمت موزه 13 آبان حرکت میکنیم و بعدش میریم سمت موزه بانک. آخرین مسیر پیاده گردیمون هم مدرسه دارالفنونه. خیلی ارادت داریم. خداحافظ. دوستم سلام. سلام. خودت معرفی کن و به ما بگو دقیقاً در تهرانگرد چه کاری انجام میدی؟ من رامین بهادری هستم، طراح تیتراژ تهرانگرد. طراحی تیتراژ کار مشکلیه؟ مثل همه کار دیگه مشکل و شیرین. مشکل و شیرین. و دقیقا اون مشکلاتش کجاشه؟ مقداری از مشکلاتش که میشه گفت اینه که تو باید هویت یک برنامه رو توی یک تایمی نشون بدی. این کار چالش های خودشه داره. رامین بچه کدوم محله تهرانی؟ شهرک قدس. بیشتر از محلتون بگو ما با محلتون آشنا بشیم. یه محله خوشگیاه، خوش آب و هوا. بعد من خیلی حال میکنم. میدونی کدوم وزارت خونه توی محلتونه؟ وزارت بهداشت، علوم تحقیقات فناوری و تو همین حدم قبوله. اوکی، یکی دوتا دیگه هست که همین؟ حالا همین، تو همین حد کار ما رو راه میندازه. اگه صحبتی با مردم داری رامین جان ببر. خیلی شکریم. تیتراژ رو ببینید، تیتراژ خیلی مهمه.